سلام به همه آبیا، اس یا تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه روزنامه های امروز رو یه بررسی بکنیم که دو تا اتفاق خیلی مهم توش افتاده. یکی اینکه ژوزه مورایس استعفا داد و استعفاش هم اتفاقا قبول کردن سپانیا که به نظر من بسیار عجیب بود، اما تحلیل و بررسی میکنیم. یه مقداری در مورد بازی‌های داخلی لیگ برتر یه سری اتفاقات عجیب و غریب توش افتاده، اونا رو هم یه تحلیل و بررسی می‌کنیم و یه چیزایی در مورد مربیگری موسیمانه و پلن بازیش هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم طبق ویدیوها، و در مورد بازی الهلال صحبت می‌کنیم و یه وایس هم دارم که یه افشاگری کرده آبدینی در مورد علی پروین و گفته که علی پروین دروغگوه. با هم دیگه می‌خوایم اونو حتما با هم دیگه بررسی کنیم. تا آخر ویدیو همراه باشید. روزنامه اولی که با هم بررسی میکنیم روزنامه گله که قرمز نوشته، خب احتمالا میخواد در مورد پرسپولیس صحبت بکنه. این بر نوشته این شکست پرسپولیس را برای لیگ نخبگان به خودش آورد. درخشان گاریدو بگوید چرا به ترکیب برنده دست زد. چرا دست زد؟ حالا نگاه کنید، یه خبری اومده، اونم اینه که تو رخکن پرسپولیس حسابی بر علیه گاریدو دارن یه به قولی گروهی درست میشن که گاریدو رو زمین بزنن. یه بحثی که در مورد گاریدو دارن که به نظر منم حق با بازیکنای پرسپولیس هست اینه که میگن تمرینای بدنسازیش به شدت سنگینه و تا الان ما 15 تا مصدومیت متفاوت بازیکنامون داشتن و این نشون میده که تمرینات استاندارد نیست، و از طرفی هم میگن چرا ترکیب ثابت نداریم و یکی تو زمین فردا دیگه تو بازی نیست، و این به نظر میاد که درست نیست و خیلی ها میگن به شدت شخصیت دیکتاتوری داره و داره تیمو به هم میزنه. حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. خیلی هم میگن که اولتیماتوم داده شده به گاریدو و اگر القرافه رو نبره بوازه که قطعاً، اگرم مساوی بکنه احتمال زیاد اخراج میشه و پرسپولیس میره دنبال یه مربی بهتر که بتونه تو آسیام نتیجه بگیره، چون اگر پرسپولیس از القرافه ببازه میتونیم بگیم که لیگ نخبگان برای پرسپولیس تموم شده، به خاطر اینکه بعد از بازی القرافه اونا 4 تا بازی تو لیگ نخبگان دارن که یکیش با الهلال یکیش با النصر، اینا رو که قطعا امتیاز نمیگیرن، و دو تا بازی بعدی هم فکر نکنین که از شورتو و ریانو میتونن راحت ببرن. بنابراین تقریبا کارشون تموم میشه، اونا باید با تمام وجود برن که القرافه رو ببرن تا بتونیم دو تا تیم صعود کننده از ایران حداقل داشته باشیم. من امیدوارم این اتفاق برای استقلال پرسپولیس بیفته، اما اگر این روند رو ادامه بدن امکان داره این اتفاق نیفته. اما تو کامیونیتی فوتبال ایران یه سری ها دارن دیگه متلک میندازن و یه مقداری خودشون رو شیرین میکنن برای ما استقلالی ها. وقتش یه ویدیو بهشون نشون بدم در مورد گذشته خودشون که گذشتهشون رو فراموش نکنن. اینو ببینین. چی میشه امسال؟ لیگ میمونید؟ لیگ؟ با قشنگ همه لیگ؟ الان واقعا میشه بابانه سوال فان نبایه جدی؟ حتی خیلی اعتمادش کنه ولی به حال محتمله. نه محتمل هم فکر نکنم باشه، چون ما الان 28 هم چند 28 هم زحمت کشیدیم ولی واقعا زحمت کشیدیم. 25 تا بازی کردی، 28 امتیاز خیلی سخته واقعا. 25 بازی 28 امتیاز، دقت کنین اینو با هم یادداشت کنیم. پس پرسپولیس یه فصلی بوده که توی 25 بازی فقط 28 امتیاز گرفته بوده، مهدی طارمی هم بازیکنشون بوده. اینا میان برای ما کوری میخونن و قدقد میکنن دیگه واقعا جوکه دیگه. آقا شما 4-5 سال تیمتون حالا به دلایلی تونسته قهرمان بشه، برای ما اومدین شاخ شدین، تاریخچه و اینا هم که تعطیلین، هیچ فهمی هم از این قضیه ندارین. یا آدمایی مثل عباس کدا و اون روژه لبی و اینا میان بهتون یه سری توضیحات میدن، فکر میکنین از فوتبال چیزی میدونین، نه تاریخچه میدونین نه تاریخچه حتی باشگاه خودتون رو میدونین که چه اتفاقی افتاده. بنابراین خیلی فراموش نکنین که 10 سال پیش کجا بودین، شاید 10 سال دیگه هم دوباره همونجا باشین. اما اتفاق شگفت انگیزی که افتاد بعد از صدرنشینی سپاهان این بود که ژوزه مورایس رفت تو رخکن با بازیکن‌ها خدافظی کرد، استعفاشو داد و فرداش هم سپانیا قبول کردن، گفتن خدافظ مرسی، خدافظی و تشکر و خدافظ برو. یعنی چی؟ این مربی شما رو به صدر جدول رسونده، پارسال قهرمانتون کرده، درسته تو آسیا خوب نتیجه نمیگیره ولی تو لیگ به نظر میاد روند درستی رو داشته پیش میبرده، ولی به طرز عجیبی استعفاشو سریع قبول کردن. من یه تحقیق کوچولو کردم، مسی که تو هیئت مدیره سپاهان خیلی‌ها نمی‌خواستن که مورایس باشه و می‌خواستن اون رو جابجا بکنن،
اما به خاطر اینکه قرارداد بسیار سنگینی داشته منتظر استعفای خودش بودن و حالا که خودش استعفا داده سریع به قولی رو هوا زدن و گفتن ایول استعفا داد سریع جمعش کنیم بره. الان اتفاقی که افتاده این آقا هوگو آلمیدا که دستیارشه که خودش هم بازیکن بزرگی بوده الان میگن که قراره تو دوتا بازی آینده سرمربی سپاهان باشه، یه بازی که دارن با شارجه که بسیار مهمه اگر نبرن حس شده هستن و یه بازی هم دارن تو عقب افتاده های لیگ و بعد از اون اگر این دوتا رو خوب نتیجه بگیره امکان داره بمونه. ولی خود من لحظه ای که استعفای مورایس رو قبول کردن فکر کردم چند ساعت بعد نوید کیا به عنوان سرمربی اعلام میشه چون تیم نداره، میدونم هم که محرم رو به شدت اصفهانی ها دوست دارن و عاشقشن و برای همین من فهم میکردم که میاد سرمربیشون میشه. ولی حالا باید ببینیم، فعلا میخوان با آلمیدا ادامه بدن و شاید اگر تو این دوتا بازی نتیجه نگیرم نه از شارجه رو نبرش حذف بشه از آسیا، سری معلومه که آلمیدا باید جا به جا بشه و یه مربی قراره بیاد. میگن هکتور کوپر هم لینک شده، حالا نمیدونم دیگه، میدونین سپانیا به شدت پول دارن، خوبم پول خرج میکنن، یه وقت دیدین یه مربی خیلی خیلی بزرگم آوردن جای مورایس. بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته، فعلا که به نظر میاد وارد بحران شدن. من اول فصلم گفتم من تراکتور رو از همه تیما آماده تر میبینم برای قهرمانی، درسته که اونا تا حالا قهرمان لیگ ایران نشدن اما تا حالا که قهرمان نشدن نه اینقدر اسکواد خوبی داشتن که هم بازیکنهای تو زمین رو خوب باشن، هم ذخیرهای خوبی داشته باشن و هم یه سرمربی فوق العاده فهیم داشته باشن و من فکر میکنم تراکتور جنسش برای قهرمانی جوره، هواداره پرشوری هم داره که میتونن کمکش کنن برای قهرمانی. ببینیم حالا در ادامه فصل چه اتفاقی میفته. اما تو بازی دیشب یه اتفاق خیلی خیلی عجیب افتاده که یه مقداری سابقه هم داره. ببینین این خبریه که مال سال 1401 شوک به تراکتور اخباری مقابل پرسپولیس بازی نمی کند، یعنی اخباری مصدوم شد اون بازی که دروازه‌بان تراکتور بود بازی بعدش با پرسپولیس بازی نکرد. دیشب چه اتفاقی افتاده؟ آقای اخباری بعد از اینکه بازی تموم میشه میره به داور انقدر اعتراض میکنه که داور اخراجش میکنه که بازی با پرسپولیس بازی نکنه. دیگه خودتون میدونین دیگه، اگه به نظرتون همچین چیزی طبیعیه، تبانی نیست، یه مقداری مشکوک نیست که دیگه به خودتون میسپارم دیگه، اگه به نظرتون واقعا اینجوریه که عادیه همه چی که خب دیگه عادیه دیگه، ولی من گفتم که در جریان باشین اتفاق افتاده. یه استوری عجیب و غریبم کامبیز دیرباز گذاشته بود برای یکی از بازیکنهای پرسپولیس که خیلی عجیب بود، نیا کنین زده مهاجم باید همیشه بوی گل بده نه بوی گو با سه نقطه دیگه، خب مشخصه چجوری پر میشه دیگه، و عکس جوار هم گذاشته، یعنی دیگه قشنگ بنده خدا رو قهوهیش کرده رفته و میگن حالا به جوار خیلی برخورده، گفته این بازی میام میترکونم و اینا، ببینیم چیکار میکنه. من موافق انتقاد کردم به بازیکن‌ها هستم، خودم هم منتقد خیلی از بازیکن‌های استقلال هستم، ولی دیگه اینجور تشبیهام یه مقداری زشته. حالا دیدم مثلا سلبریتی‌های استقلال هم که خیلی شاکی شده بودن از لفظ بنجل استفاده کرده بودن، ولی دیگه فوش که به یارو ندادن. البته کامبیز دیرباز دیگه، بالاخره دیدین که یه مقداری دو نقشایی هم که بازی می‌کنه تعادل روانی درست حسابی نداره، حالا اینم طرفداریشه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه آوای استقلال، از اون بالا بیایم. سقوط استقلال به رده 14 جدول، تو ویدیوی قبلی کامل صحبت کردم. هلدینگ قصد برکناری هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه را ندارد. چرا داره؟ با جانشینام صحبت کردن، منتظر باشیم بعد از بازی الهلال یه سری اتفاقات بزرگ در راهه. شرایط بحرانی تر از تصورات مربی آفریقایی، نگرانی ها از احتمال استعفای موسیمانه. من خودم هم همین حس رو داشتم، یعنی وقتی دیدم موسیمانه اینقدر ناامید داشت بازی رو نگاه میکرد که این بازیکن ها چقدر بد بازی میکنن، من احساس کردم ناامید شده، ولی یه جورایی هم به نظر میاد مرد جنگیه. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، اوضاع براش خیلی خرابه. بیمثال در تاریخ پر افتخار استقلال، فاجعه فراتر فوتبال روح باشگاه را کشتید. بعد اینور نوشته عاقبت گلری که قرار بود عقاب باشد حسینی، خنجری که در قلب استقلال فرو رفت. در این روزهای سخت پای تو میمانیم تا پای جان که استقلال رو میگه، تقدیم به عاشقانی که غرورشان لگدمال شد، پرچم آبی را مردم برافراشته نگه داشتند. که من مطمئنم این قضیه ادامه دار هم هست، ولی اتفاقی که افتاده، حالا در مورد حسینی که کامل صحبت کردم، بعد ببینیم
چیکار میکنه، ولی موسیمانه یه سری توصیه ها به باشگاه کرده که به نظر میاد همشون در راستای اصلاحه. که حالا در مورد اینکه جوانان میخوان برن، یه صحبت خیلی خیلی ویژه‌ای شده که قراره یه دفاراست از تیم جوانان بیارن و رامینو یه خط ببرن جلوتر، که خیلی کار بیستیه. یعنی اگر این کارو بکنن تازه میتونیم قابلیت‌های ویژه و استثنایی رامینو تو بازی ببینیم که به نظر من میتونه برامون بسیار بسیار مفید باشه. یه صحبتی هست که صالح هردانی قراره نیم فصل به استقلال برگرده، که اگه صالح بیاد و بره اون دفاع راست وایسه و رامین جلوش بازی کنه که بی‌نظیر میشه، میتونه اسلامی رو بذاره بیرون، رامین پشت مهاجم وینگر سمت راست وایسه که بی‌نظیر میتونه رامین به نظر من برامون بازی کنه و میتونیم ازش بهترین استفاده رو ببریم. یه سری تغییرات قراره اتفاق بیفته، اما چیزی که از موسیمانه ما دیدیم بازیه که انجام داده. میخوام بازی استقلال یه تیکش رو بهتون نشون بدم، ببینیم آیا استقلال با موسیمانه امکان پیشرفتش هست یا نه. تأثیر مربی رو میخوایم ببینیم، این ویدیو رو با هم ببینیم. برای دروازه تراکتور بیران فرد اندوچ نیک نفس، سپردن توپ به سامان فلدا، بازی میکنه با برادمند سمت چپ زمین لبه خط، ابوالفضل جلالی راههای پیش روش بسته است و مجبوره که پاس رو به عقب بده. بازی‌سازی از عقب زمین و خط به خط توپ رو جلو میارن. آبی پوشان از سمت راست به حرکت در اومده، رامین رضاییان یه دریبل دو طرفه هم زد برخورد در محوطه جریمه. چیکار داره میکنه رامین رضاییان در محوطه جریمه تراکتور؟ داوری که دیدین دیگه، یه حرکت بیلداپ کامل دیگه، از عقب پاسکاری بدون ضربه بلند زدن، بدون پاس ریسکی دادن، کوتاه کوتاه پاس بدی، فضاها رو بسازی، لحظه‌ای که میتونی تیم به جلوی حمله ای رو انجام بده، و این نشون میده که موسیمانه کاملا تأثیر داره. شما تمام بازی استقلال رو هم امسال هم سال قبل با جواد نکونام ببینین، همچین صحنه ای توش پیدا نمی کنین. استقلالی که داره الان بازی میکنه، میگم فقط مشکلش مشکل بدنیه. اگر مشکل بدنی حل بشه، همه این قضیه ها به نظر من قابل حله. یادمون نره این صحنه که بهتون نشون دادم، بعد از اینی که استقلال یکیچ عقبه که با یه اشتباه دروازه‌بان گل خورده و بعدش هم با اشتباه رامین گل دوم میخوره. یعنی اگه استقلال خودش هم اشتباه نکنه، تیم مقابل نمیتونه بهش گل بزنه، حتی اگر آمادگی جسمانی هم نداشته باشن، به خاطر اینکه پلن بازی پلن درستیه. این از این که ببینیم که موسیمانه تأثیر داره یا نه. اما در مورد کاکوتا هم میخواستم صحبت بکنم. یکی از پیشکسوتا، فکر کنم ادمون اختر بود، مطمئن نیستم، گفته بود که کاکوتا با کارمنده باشگاه فرقی نمیکنه و کیفیت نداره. اینو ببینین، من میگم بعضی از پیشکسوتای استقلال بهشون هم بی احترامی نمیکنم. ببینین اینا از زمانی که فوتبال بازی کردن گذشته و بعدم خیلی وقتی که فوتبال بازی که نمیکنن، هیچ تو دنیای مربیگری و اینا هم نیستن، هیچ حتی مثل ما به عنوان یه هوادارم جدی دنبال نمیکنن مسابقاتو. یعنی نمیان مثلا بگیم جام جهانی رو میبینن، کوپا آمریکا رو میبینن، میان مثلا یورو رو میبینن، دونه دونه بازی ها رو میبینن، تحلیل خود بازی رو میبینن، تحلیل مثلا کارشناسای انگلیسی رو میبینن و بعد بخوان یه فهم بهتری از فوتبال مدرن دنیا داشته باشن. ذهنشون همون عقب مونده، که بهترین نمونهش هم به نظر من تو پرسپولیس یا علی دنباست، این برام به نظر من حسن روشنه. اینا اصلا ذهنشون کلا 50-60 سال پیشن دیگه، یعنی دیگه متاسفانه دیگه هستن دیگه. حالا تا وقتی هستن هم باید طرفدارای دو تیم به نظر من تحملشون بکنن تا بالاخره تموم بشن، وگرنه اینا تا وقتی زندن اوضاع همینه. برای هم آپدیت هم نمیشن، یعنی امیدوار به این که به اینا بتونین چیزی رو بفهمونین نباشین، کلا نمیفهمن. برای همین باید اینا رو بذاریم کنار، ولی اونایی که مقدار جوان‌ترن یه مقدار باید فهم بیشتری داشته باشن، با مطالعه حرف بزنن. همین جوری برای اینکه فراموش شدی تیترت بکنن، خبر ورزشی دوزاری با اون تیترای دوزاری ترش و اون وضعیتی که دوست داره فقط برای استقلال بحران ایجاد بکنه، بیاد برای شما مثلا به اسمت شما رو بزرگ بزنه که بخوای بالاخره به چشم بیای بعد از مدت ها که فراموش شدی، دیگه یه مقداری خودفروشیه. سعی کنیم که اینقدر آدم های ارزونی نباشیم. بعضی از پیشکسوت ها خیلی ارزونن، برای 4 تا لایک گرفتن، برای اینکه صفحشون تو اینستاگرام دیده بشه، برای اینکه یه بار اسمشون بیاد توی یه روزنامه، حاضرن خودفروشی بکنن و این به نظر من کار جالبی نیست.
همه این صحبت ها رو در مورد کاکوتا کردم، میخوایم یه هایلایت کوچولو از کاکوتا ببینیم، ببینیم وضعیتش چجوریه. فرستاده میشه گایل کاکوتا، میرسیم آرمان رمضانی، تک به تک آرمان رمضانی. بازی با استقلال خوزستان بود و 0-0 بودیم. کاکوتا آرمان رو تک به تک کرد و آرمان گل نزد. اگر گل میزد همون استقلال خوزستان رو زده بودیم، اصلا وارد بحران نشده بودیم. تصویر دوم مال بازی النصر، 0-0 بودیم درسته؟ کاکوتا اومد به زمین و اولین تاچش موقعیت ایجاد کرد. ببینین کاکوتا حالا یک توپ ربایی رو انجام میده، اولین حرکتش زهردار، خودش توپ رو میفرسته درون محوطه جریمه، فرصت هست برای استقلال. و دیدین دیگه کوشکی نتونست کارو تموم بکنه، کیفیت بازیکنی که باید تموم بکنه بسیار پایینه. بازی آخرم که مقابل تراکتور، بازی 0-0 دقیقه 23، ببینیم کاکوتا چیکار میکنه. ثابت توپ میکنه، حرکت قشنگ کاکوتا، یک چرخش کامل، رشیدنش از دو سه بازیکن، پاس تو در بین مدافع، موقعیت برای بازیکنان. دیدین بهترین تیم لیگو 4-5 تاشون رو همچین چپون تو همدیگه و یه موقعیت ایدئال برای استقلال درست کرد که بازم متاسفانه آرمان نتونست تمومش بکنه. یعنی ما اگه این مهاجم با کیفیت داشتیم راحت اصلا وارد بحران نمی شدیم. ولی به نظر من میگم عدو سبب خیر شد، یعنی با این اتفاقایی که برامون افتاد و خود نکونام به اشتباه مهاجم نخرید، به قولی دودش تو چش خودش رفت و خودش سرمربیگری استقلال رو از دست داد که من فکر نمی کنم تا 20 سال دیگه هم دیگه بتونه مربی استقلال بشه و شاید تا آخر عمرش این قضیه رو از دست داده، به خاطر اینکه با خاطره بسیار بدی هم جدا شده. اگر مهاجم خوب داشت شاید وارد این بحران نمی‌شد. الانم استقلال مهاجم نداره و برام جالبه که این آقا حسام اسکندری قرار است تیم جوانان و آکادمی استقلال به تیم اصلی اضافه بشه. موسیمانه میگن بازیشو پسندیده، قراره کنار تیم اصلی تمرین بکنه و بعد از فیفا دی شاید به ترکیب اصلی هم بیاد و معلومه که اصلا اعتقادی به آرمان و بلانکو نداره، به بلانکو که اصلا اعتقاد نداره. بلانکو مهاجم بسیار سنگینی و فقط بعد براش بلند بندازی به عنوان یه مهاجم کارگر بسابونه یا بسازه برای یه مهاجم دیگه، که استقلال اون مهاجم دیگه رو اصلا نداره. اگر مهداد بود باز شاید میتونستیم یه کاری انجام بدیم. بازی بعدی ما با الهلاله که این پوستر رو برامون زدن و به قولی شاخوشونه فکر کنم کشیدن که داره برامون ادا در میاره آی نیمار. نیمار هم خب یکی از حرکاتیه که انجام میده و به بازی با استقلال هم میرسه، اوضاع تیمشون هم خیلی خوبه. این آمار الهلال 16 تا بازی کرده، 15 تا رو برده و فقط یه مساوی کرده که همین بازی اخیرشون بود که مساوی کردن با النصر و بسیار بسیار آمادن. 47 تا زدن، 15 تا خوردن. خط دفاعشون خط دفاعی که باز میشه و تو هر بازی یه گل خوردن، ولی به طور میانگین هم 3 تا گل زدن و میشه گفت نتیجه هاشون معمولا 3-1. و داور مسابقه هم این آقا کره‌ایه است که خاطره خیلی خوبی ما ازش نداریم. اون نتیجه بسیار بسیار بعدی که علیرضا منصوریان گرفت مقابل العین با داوری ایشون بوده و امیدوارم داوری ایشون برهون به قولی بدیوم نباشه، هرچند من به این چیزا اعتقاد ندارم. بچه‌ها اگر بتونن با دقت بازی بکنن و دستورات موسیمانه رو به درستی انجام بدن، من بعید میدونم که اتفاق بدی بیفته و میتونیم با این نچه معقول بازی رو ترک بکنیم. حالا بریم سراغ اون ویسه که قضیهش در اومده. ببینین مهدی هاشمی نسب تو برنامه فوتبال 360 قضیه رفتنش از پرسپولیس، یعنی بهتر بگیم اومدنش از پرسپولیس به ما استقلال رو قشنگ تعریف کرد که چه کارهای زشتی کردن هم طرفدارای آفساید پلیس، هم مدیریت و هم علی دنبه و قلیچ و اینا، یه کارهایی کردن و قشنگ تعریف کرد که چی شد که اومد استقلال. علی دنبه بعدش که یه بازی که پیش کسرت رو داشتن اومد گفت که نه هاشمی نسب داره الکی میگه و دروغ داره میگه. آیا آبدینی اومده اصل قضیه رو بگه و به نظر من تو صحبتاشون آیا آبدینی حرفایی میزنن که کاملا نشون میده که کی داره راست میگه. با دقت حرفای آقای آبدینی رو گوش بدیم. واقعیت این هستش که میتی گفت، میتی خدا وکیلی به خاطر پول نرفت، میتی احساس خلأ عاطفی کرد، یعنی متوجه شد که اون عاطفه‌ای که باید برای ایشون در خدمت بشه و هزینه بشه نیست. منم نتونستم جبران کنم، حرفشم به من درست، من تو کادر فنی دخالت آنچنانی نداشتم، خصوص در زمان آقای پرویز. درست شد.
درست. یه آدمی به عنوان مربی دروازه‌بان که برای دروازه‌بان‌های ما ایشون نمیتونه چیز یاد بده. بله. نه عابد زاده سطحش قدی بود که ایشون بتونه کمکش کنه، نه نیما بود و دیگران. صد درصد. ببینین آقای قلیچ رو میگن دیگه، یعنی وحید قلیچ هیچی برای یاد دادن به احمد رضا عابدزاده و نیما نکیسا نداشته، ولی علی دنبه گفته که این باید حتما به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها باشه. چرا؟ چون بحث فنی نیست، میخواسته بازیکن‌ها رو کنترل کنه و یه جورای جاسوسی بازیکن‌ها رو بکنه و هر موقع که احساس خطر کرد بازیکن‌ها رو زمین بزنه. این اصلا روش مربیگری علی دنبه است. حالا ادامه‌ش رو گوش بدیم. اما به هر حال آقای فردین دوستشون باشه، این آدم مسائلی رو مطرح میکنه و بین فیما بین ایشون و آقای هاشم نسبت به وجود میاد که هاشم نسبت دیگه احساس سختی پیدا کرده بود، اون لطافت احساس شبه رفت بود. هاشم نسبت داره احساسات لطیفیه، به سادگی نیست که بچه گریه میکنه، یعنی که بچه میخنده، یه آدم همیشه شاداب بود. وقتی میخواست بگه که فلانی به من میخواست بگه که آیا میشه منم یه دو طرف بشن، به من برگشت و این بزرگمرد کوچک یکی مرداری که آنشون دار اینم داره میره، ما هم که موندیم که من حتی در آلمان وقتی رفتیم اونجا بازی بکنید بازی دوستانه بهش گفتم آقا میتی نفر بعدی مواسط شما هست. میتی به شکوفایی رسیده بود، عمق فوتبال درک کرده بله و مدار فوتبال رو خوب میفهمید، خوب کار میکرد، کناره هاش کمکش میکردن، بچه ها دوستش داشتن. شما ببینید بیروز رفعی فرد میاد درشون دفاع میکنه، درسته. حامد کاویان خوب میاد ازش دفاع میکنه. حرف مهمی زد ها، گفت ببین انقدرم محبوب بوده رهبریفر و کاویانپور که جزو بازیکنای به شدت محبوبه تاریخ پرسپولیس هستن، اومدن پشت مهدی هاشمی نسب در مقابل علی پروین، چون میدونن مهدی هاشمی نسب داره راست میگه. آقای پروین در اینجا اگر نبخوام بگم اشتباه کرده اصلا تعارف نداره، ما نباید مهدی رو اون چیزی میذاشتیم بره و دستش بودیم. درسته. پس آقای آبدینی کاملا صحبت کردن و دقیق توضیح دادن که چه اتفاقاتی افتاده و میگم برای اونایی که بخوان بفهمن دیگه مطالب هست، ولی بعضیا دوست دارن نفهمن و تو اون نفهمیشون یه لذتیه براشون که دوست دارن ادامه بدن. من خیلی اوقات میگم به حالا کسایی که این پایینم میان حالا توی ویدیوها خیلی حالا دیدم فحاشی میکنن، میان چون مثلا ما ویدیو میذاریم 800 تا کامنت داره، مثلا نگاه میکنم 2300 تاشو دوستان آفساید پلیسی هستن دارن فحاشی و حتاکی میکنن و حالا بالاخره سطح خانوادهشون احتمالاً همینه، شعورشون همینه، بالاخره میگم یه تحصیلاتی داره هر کس، یه جایی بزرگ شده، هر کسی بالاخره یه جوری بزرگ شده، یعنی میگم آدم ها رو نمیتونیم همه رو فکر کنیم که میتونن خیلی آدم حسابی باشن و درست برخورد بکنن. یه سری پرسپولیسی رفیق هم داریم که واقعا دمشون گرم، کانال رو دنبال میکنن، خیلی اوقات انتقادهای خیلی خوبی هم از من میکنن که ازشون واقعا ممنونم، باعث پیشرفت کانال میشن. یعنی من اگر کسی ازم انتقاد بکنه، چه استقلالی، چه پرسپولیسی، چه سپاهانی، چه تراکتوری، فرقی برام نداره، وقتی انتقاد میکنن باعث میشه که من فکر کنم ببینم دقیقاً درست دارن میگن یا نه، اگر لازمه چیزی رو تغییر بدم. ولی بعضی هستن که فقط دارن فرهنگ خانوادگی خودشون نشون میدن، به نظر من اونا دیگه خیلی اهمیت ندارن و اونا همون کسایی هستن که خب مثل علی دنبه. ببینین علی دنبه یه آدمیه که شخصیتشو همه ایران میشناسن و رضا درویش راننده همچین آدمیه و خب کسایی که طرفدار رضا درویشو علی دنبه هستن شخصیتشون معلومه دیگه، شخصیتهای بسیار نازلی دارن و خب میگم از قشری از جامعه هستن که خیلی آدم نمیتونه ازشون انتظار داشته باشه، به خاطر اینکه میگم یه سری مشکلات دارن تو زندگیشون، حالا یا مشکلات اقتصادیه یا مشکلات ذهنیه. به نظر من اینا درست بشون نیستن، خیلی خودمونو اذیت نکنیم، بذارین حرفاشونو بزنن، عقده‌هاشونو خالی بکنن، ببینن به جای میرسن یا نه. فردا دیگه میریم برای پیشبازی بازی بزرگ استقلال الهلال و بازی بسیار حساس پرسپولیس ایران و القرافه قطر
که هر دوی استقلال و پرسپولیس باید سعی کنن نتایج خوبی بگیرن. استقلال اگر سنگین ببازه از نظر روحی به هم میریزه و تو جدولم تفاضلش به شدت خراب میشه. من اصلا انتظار امتیاز از استقلال ندارم. اگر امتیاز بگیره شاهکار افسانه‌ای موسیمان است. ولی اگر یه شکست سبک هم داشته باشیم به نظر من اوکیه، خیلی سنگین نشه هم حتی به نظر من اوکیه، ولی از اون ور پرسپولیس باید القرافه رو ببره. القرافه تیمیه که ما استقلالیا ستاییش کردیم. استقلال بحران زده نکونام القرافه رو ستایی کرد و اگر پرسپولیس زورش به القرافه نمیرسه یعنی دیگه وقتشه که گاریدو رو بذاره کنار، اگر هدف آسیاست. چون من دیدم خیلی از طرفدارها، چون کانال تلگرامی پرسپولیس رو دنبال میکنم، بعضیاشون قبول دارن تو آسیا هیچ وقت هیچی نمیشن، میگن ببینیم با همین گاریدو ادامه بدیم لیگو میبریم، شاید جام حذفی رو هم ببریم. آسیا که ما هیچ وقت هیچی نشدیم، خب بازم نشیم. این یه ایده است، ولی بعضیاشون که یه مقداری آدمای جاه طلبتری هستن که بهشون تبریک میگم، واقعا خوبه که همچین ذهنیتی دارن، میگن آقا ما تو لیگ چندین بار قهرمان شدیم، جام حذفی هم به اندازه کافی بردیم، الان وقتشه که بالاخره یه جام آسیایی بگیریم و بهتره که یه مربی بیاریم که در حد بردن بازیای آسیایی باشه، که من به اونا میگم جاه طلبی خوبی دارن، ولی عملا با وضعیت فعلی فوتبال ایران و وجود یه تیم مثل الهلال و العین و اینا به نظر من ممکن نیست، ولی میتونی پا به پا بجنگی جذابتر باشه. چون بعضی میگن مثلا پرسپولیس با همین وضعیت ها دوبار رفته فینال آسیا. ببین اون دوباری که رفته تیمای مقابل رو ببینین، شوخی نکنیم با هم دیگه. پرسپولیس مثلا بازی که النصر رو برده یا تیمای دیگر رو برده و تا فینال آسیا رفته، النصر اون موقع رو با النصر الان مقایسه میکنین، با العین و الهلال الان مقایسه میکنین. خود مردم ایران الان دارن لیگ عربستان رو جدی دنبال میکنن. الهلال آمارش رو بهتون نشون دادم، همه رو زده یه مساوی گرفته. فکر نکنین تیمای دیگه شون ضعیفن، اینا عجیب و غریبن. اگه الهلال رو الان تو لیگ پریمیر لیگ انگلیس هم بذارین، فکر نکنین پایین تر از رتبه 5 و 6ه، مطمئن باشین از منچستر یونایتد بهتره. اگر الهلال رو تو لالیگای اسپانیا هم بذارین، مطمئن باشین زیر 5 و 6 قرار نمیگیره، پایین تر از 5 و 6 نمیاد، چون تیم بسیار خوبیه، واقعا فوتبال خوبی انجام میدن و به نظر من تو اون لول دارن بازی میکنن و با وجود همچین تیمای قهرمانی آسیا اونم تو لیگ نخبگان، به نظر من برای تیمای ایرانی سالهای سال محاله، مگر اینکه عربستان دستشو ورداره از این زومی که رو فوتبال کرده، که به نظر من خیلی بعیده. عربستان میزبان جام جهانی میخواد باشه و اگر قراره اون موقع میزبان خوبی برای جام جهانی، فکر میکنم 34 میخوان باشن، 2034 میخوان باشن، 10 سال میخوان تو فوتبال سرمایه گذاری خوب بکنن و ستاره ها رو بیارن و به قول فوتبال خودشون رو بسازن، و اگر قرار باشه یه برنامه 10 ساله داشته باشن، تا 10 سال وضعیت آسیا همینه و ما هیچ شانسی برای بردن لیگ نخبگان نداریم. اما تو چمپیونز لیگ سطح 2 به نظر من تیم ایرانی شانس قهرمانی دارن. تراکتور که فعلا داره خوب پیش میره، بعد ببینیم نماینده ایران تو سال آینده هم چه تیمی خواهد بود که بتونه شاید ایران رو تو سطح 2 قهرمان آسیا بکنه، که به نظر من اون قضیه ممکن تره. طرفدارای پرسپولیس دوستان هم خودشون نظر بدن، دوست دارین با گاریدو ادامه بدین لیگو ببرین، آسیا مهم نیست، یا یه مربی که بازی آسیایی بلده ببره رو میخواین بیارین، یا شاید هم خود گاریدو بتونه بالاخره القرافه رو ببره و اولین برد بین المللیشو بیاره، چون واقعا مربیه که تو چمپیونز لیگ چه اروپا چه آسیا نتیجه نمیگیره و بعد ببینیم که پرسپولیس ها به نظرم تصمیم چی میگیرن. ولی من به شخصه خب دوست دارم هم استقلال هم پرسپولیس تو لیگ نخبگان موفق باشن، به خاطر اینکه موفقیت اونا سهمیه ایران رو بالا و بالاتر میبره و عدم موفقیتشون هم پایین و پایینتر که داره خطرناک میشه. البته یه نویدی هم بدم، وضعیت ایران جوریه که رقیبش از نظر جدولی و سهمیه قطره. قطر فعلا اما داره بهتر نتیجه میگیره و احتمالاً بالای ما میمونه و من فکر نمی کنم که ما سهمیه‌مون به قطر برسه، ولی سهمیه‌مون پایینی هم به ما نمیرسه. یعنی اینکه سهمیه‌مون تو لیگ نخبگان یک به اضافه یک باشه و یه سهمیه‌ام تو چمپیونز لیگ دو داشته باشیم، به نظر من از این پایین‌تر نمیریم تو 10 سال آینده، حتی اگر همیشه هم تو لیگ نخبگان دوتا نماینده‌مون تو همون دور اول حذف بشن و به دور حذفی نرسن، بازم از سهمیه‌مون کم نمیشه. اما چه بهتر که بتونیم تیممون یه مقدار تیمای بیشتری رو تو سطح یک داشته باشه، که امیدوار باشیم بتونیم تیمای بزرگتری رو هم ببریم، یه مقداری بازی خوشگلتری ببینیم. ولی میگم فعلا من فهم میکنم مقابل الهلال، مقابل النصر،
چه استقلال چه پرسپولیس باید دفاع اتوبوسی انجام بدن و شانسی برای بردن اینا ندارن، و اگرم ببرن یه معجزه‌ای که تکرار نمیشه.